بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع امروزی ما شما ارت تیبلز است. گفته میره در یک ساحه کار میکنیم که نقاط نباشه، باز سیستم جام میشه سی و تری دی سیس. در این ساحه کار میکنیم ارت تیبل صحیح شد؟ این دیگه همون پروژه سابقه است، در این ساحه کار میکنیم. خب پوینتس میریم و ارت تیبلز. دیجا اول برای ما میگه که تیبل ستایل، فعلا دو ستایل سیول 3D با ما میته که مثلا لیتیتیود این لانگتیتیود است و پوینت نمبر، نورتینگ، استینگ، الیویشن، دسکریپشن، فارمات است. ای لیتیتیود این لانگتیتیود است سیول 3D خودش میته و ای حالت است که ما ای را امپورت کردیم. ما ای را چه کردیم؟ امپورت. اگر امپورت ما صرف مثلا نورتینگ، استینگ و الیویشن میبود، دیجا با صرف نورتینگ، استینگ و الیویشن می آمد. حالا چون ما شما وقتی که امپورت میکردیم چه رقم امپورت کردیم؟ پوینت نمبر، نارتینگ، استینگ، الیویشن و دسکریپشن. پس دیگه امپورت کردیم در جدول در مختلف استینگ مصر زوری. آفرین. کلاس تا پوینت نمبرو نه، کلاس تا پوینتو نه امپورت که اکال تا هر فرمات انتخاب کدر دبی اماغا فرمات تا تا رازی. فهمه دیر نرسه؟ در اسنای امپورت کردن نقاط هر فرمات را کیوج انتخاب کنی جوازه مو فرمات برد میه. فرمات تیبل هم قسم میه. آه. و لیتیتیود این لانگتیتیود هم امرایش یا هم می باشه. خب اول مثلا لیتیتیود این لانگتیتیود انتخاب میکنیم. حالا ما شما دیگه نوشته است که نو پوینت گروپ سلیکتد، پس باید دیگه کلیک کنیم و پوینت گروپ انتخاب کنیم. بطور مثلا ما انتخاب میکنیم all points، یعنی از تمام نقاط ما یک چی جور کنم؟ یک تیبل. صحیح شد؟ فهمیده شد انشاءالله؟ و در این صحه نوشته است که no point selected، یعنی اگر من را کلک کنم از صفحه سیول 3D هم میتونم بعضی نقاط انتخاب کنم تا صرف از اون نقاط برای من یک تیبل جور کنم. صحیح شد؟ دیگه اینجا نوشته است که split table، maximum rows per table، اندازه اعظمی سطرها در یک تیبل چقدر باشه. بطور مثال انتخاب از چند؟ 20. یعنی 20 بایی مفهوم که 20 نقاط در یک تیبل بیا، باز 20 دیگه در دیگر تیبل، 20 دیگه در دیگر تیبل، به این طریق تا که ختم میشه تمام نقاط. فهمیده شد؟ اگر من اینجا بگیرم 50، یعنی 50 نقطه در یک تیبل، باز 50 دیگه در دیگر تیبل، 50 دیگه در دیگر تیبل، تا با اخیر. اینجا سوال است، همین تیبل ها رو ما میتونیم در صرفه آل جداگانی از تو سیول 3D درس میکنیم؟ نه نه، صفحه را صفحه خود یعنی یک صفحه است. در میجا میاری منتها وقتی که باز پرینت میگفتی میتونی که در یک لیاوت یا در یک ویپورت جدا بیاری. در اصنای پرینت باز میتونی که مثلا در یک ویپورت و در یک لیاوت جدا بیاری بیاری. خب دیگه نوشته است که مکسیمم تیبل پر ستک، به طور مثالی جا نوشته است که سه. حالا میگم کی چی است. آفست، تعداد آفست مثلا نوشته میکنیم چند؟ 40 میلیمتر. خب باشه میره در تخته برتان تشریح کنم. ماکسیمم روز پر تیبل فهمی دیدنه؟ یعنی یک تیبل ما چند؟ سطر داشته باشه. چند گفتیم ما؟ 20. دیگه چی داریم؟ ماکسیمم تیبلز پر ستک. این به این مفهوم است که مثلا یک تیبل جا بیایه، دیگر تیبل جا بیایه، دیگر تیبل جا بیایه، سه تیبل شد. بعد از اینکه سه شد باز پایین بیایه. یک تیبل، دو، سه. باز اینجا کسی پر شد باز پایین بیایه. این همی تعداد هست. چند گفتیم برش؟ سه. از کجا گفتیم برش؟ Maximum tables per stack. Offset هم چه سال؟ دیگه؟ Offset هست. Offset هست. چند گفتیم؟ 40 میلیمتر. اینی Offset 40 میلیمتر. صحیح شد؟ دیگه چی میگیم برش؟ Tile tables. Across, down. خب، اگر گفتیم across، یعنی دیگه ما شما ستک چند گفتیم؟ پر ستک تیبلز پر ستک سه گفتیم. یعنی اکراس اگر انتخاب باشه سه تیبل اول به این شکل بیایه، بعد از او بازی پایین شد. صحیح شد؟ اگر ما شما داون انتخاب کردیم، داون داون به این مفهوم که سه تیبل اول به این شکل بیایه، بازی جمع بره چهارو میشه جمع بازی جمع مثلا اولی جا سه پره شد باز اون طرف به این شکل بود. صحیح سینی اول پایین بیا باز ایجا بود، باز پایین بیا، باز ایجا بود، باز پایین بیا، به این شکل بود. اگر اکراس انتخاب بود یعنی اولی رو پرا کنه باز ایجا بود دیگه است، بازی رو پرا کنه باز ایجا بود، بازی رو پرا کنه باز ایجا بود. فهمیدین؟
دیگه بیهیویر است نوشته است که اکتیویتی مود ستاتیک دینامیک اگر ستاتیک انتخاب باشه وقتی که شما در نقاط تغییر میارین در ارتفاعش در پوینت نمبرش در دیسکریپشنش در نارتینگ و سترینگش به طور مثال ستاتیک اگر انتخاب باشه دیجا باز تغییر وارد نمیشه اگر دینامیک انتخاب باشه اوتومات دیجا هم تغییر وارد میشه فهمیده شد؟ فهمیده شد تا سو بپوش بی؟ مثلا ما دینامیک انتخاب میکنیم لاتیتیود و لانگیتیود است آل پوینتس است نقاط هم زیاد است دینامیک لینک لری هر تغییر چه روی رو مانده آفرین لینک لری که چرت تا په خپل نقاط که تغییر راوړي په هر بخش کې چې تغییر راوړي پوینت نمبر نارتینګ سترینګ الیویشن رو ډیسکریپشن اوتومات دلته هم په کې تغییر راځي که چرت استاتیک دی انتخاب کله چې ته په اصلي سورس کې تغییر راوړي دلته به تغییر نه راځي خو اوکی فعلا داون انتخاب است میبینین اوکی گفتیم حالا که اوکی گفتیم اینجا برای ما چی میگه؟ اینجا برای ما میگه که select upper left corner select upper left corner میگه موقعیت کنج بالایی را چی کن؟ انتخاب ما اینی جا کلیک میکنم صحیح شد؟ دیدیم چی انتخاب کرده بودیم ما؟ down و tables per stack چند گفته بودیم؟ سه یعنی اول سه تا دیج جب پر همیشه بعد از بازی جمعه سه تای دیگه ایجا بازی جمعه و اگر ما ایجا زوم کنیم ایجا ببینیم چی داره ای پوینت نمبر داره الیویشن داره لانگتیتیود و لیتیتیود و لانگتیتیود و بعد از او دسکریپشن یعنی برای ما ایجا لیتیتیود و لانگتیتیودش آورد فهمیده شد؟ و مکسیموم تعداده این ایجا ببینه نه پوینت نمبر از یک شروع است نه و چند ختم شده؟ 20 چرا ما شما مکسیموم چند گفتیم؟ 20 در هر تیبل 20 نقاط اگر اونجا میگفتیم نه 40 باز در هر تیبل 40 نقاط می آمد صحیح شد؟ خب حالا در تیبل آخر اینجا ببینیم اینجا کم است تعداد نقاط به خاطر کم است که دیگه پوره کده نمیتونه نقاط خلاص شد دیگه مثلا اینجا نقاط پوره شد 1550 خلاص دیگه نقاط نداریم از این بعد دیگه نقاط نداریم و سایز از این اوجا نوشته بود که مکسیموم به این مفهوم که اعظمی 20 باشه یعنی اگر در صورتی که پوره نمیکنه بازی سایز خوده کم میکنه نظر به متعداد نقاط مثلا 10 جور میکنه تعداد سطرهای خوده مثلا 15 جور میکنه خب ایره فهمیدین انشالله تمام نقاط دیجا انزار شد این انجنه سایبا کاربرد داره مثلا کاربرد از این یک کاربردش براتان بگم فرضاً شما پروژه خود تطبیق کردین نه؟ پروژه خود تطبیق کردن تمام نقاط شروع و ختم گلای ها را نام میتین سایز یک را دسکریپشن میتین و اون نقاط بعد از او باز در یک گروپ میارین باز از او گروپ شما ایجا چی جور میکنین؟ تیبل جور میکنین او را اگر به سرویر بتین و سرویر میفهمه که تمام نقاط مربوط ختم و شروع گلای میشن صحیح شد؟ یا مثلا بنچمارک هاست یا به طور مثال منهول است منهولا را تمام منهولا را مثلا در یک پروژه 20 منهول است 40 منهول است 50 منهول است این را برش جدا جدا نقاط میتین و جدا جدا را دسکریپشن میتین و بعد از او در یک گروپ میارین و اینجا از او گروپ چی ترسیم میکنین؟ تیبل ترسیم میکنین پوش انشاءالله خب این را بیاین که دلیت کنین points at tables اگر ما شما پوینت نمبر نارتینگ استینگ الیویشن و دسکریپشن فرمت انتخاب کنیم و ایجا آمده مثلا بیلدینگز انتخاب کنیم صرف بیلدینگ یعنی صرف از گروپ بیلدینگ نقاطش را برم بیار سیز اوکی در مکسیمم راز پر تیبل ایجا نوشته میکنم ده و مکسیمم تیبل پر ستک ایجا ما نوشته میکنم دو فاصلش مثلا 40 باشه اکراس انتخاب میکنم و اوکی حالا این ایجا کلیک میکنم اکراس انتخاب بود نه اول به این شکل پره کرد خدا ایجا بعد از او ایجا رفت باز با این آمد ایجا پره کرد با این صحیح شد و صرف چی را برای ما آورد بلدنگ چرا ما گروپ چی را انتخاب کرده بودیم بلدنگ و چی شاورد برای پوینت نمبر الیویشن نارتینگ ایستینگ
و دسکریپشن. یعنی لیتیتیود و لانگتیتیود نه آورد برین، بلکه نورتینگ و استنگش آورد. صحیح شد؟ اولی جا، بازی جا، باز پایین آمدی جا و ایجا. و تعداد نقاط در هر تیبل چقدر است؟ ده. ایر اگر شما حساب کنین چقدر میشه؟ ده میشه. بخاطر که ما مکسیموم راز پر تیبل چند گفتیم؟ ده. سوال دارین دی باره؟ خب، پس میریم اد تیبلز. دیگه اینجا سبا این قسمت تا تماما فهمیدین، صحیح؟ ما شما خود ما هم میتونیم یک ستایل جور کنیم. و طور مثال ما کریت نیو کلیک میکنم. وقتی که کریت نیو کلیک کنم اینجا نامش انتخاب میکنم، صحیح؟ نام میذارم مثلا ما مای. این چیزا رو میفهمم دیسکریپشن و کریت بای لاست مودیفاید بای. دیگه چی کار میکنم؟ دیتا پراپرتیز میم. مثلا دیگه سوال لاست مودیفاید کدام تاریخ میتونم؟ امروز را میتونم؟ نه، لاست مودیفاید یکی دیت مودیفاید است یکی لاست مودیفاید بای است. لاست مودیفاید بای به مفهوم که یعنی دفعه آخر توسط کی دهی تغییرات آورده شد؟ نمی پروژه. آه، یعنی ما شما معمولاً در یک دفتر کار میکنیم نه؟ یک پروگرام یا یک پروژه در تمام کمپیوترها شیر میموشه، صحیح؟ هر کمپیوتر از خود یوزر داره. وقتی که تغییرات آورده میشه در پروژه ایجا باز نمیشه میشه که دفعه آخر توسط کدام یوزر دهی تغییرات آورده شد. فهمیدین؟ و created by توسط کی یا توسط کدام یوزری دفعه اول جور شده بود. این بسیار مهم است در نتورکینگ، بسیار مهم است و شما بفهمین این تغییرات کی آورده و حتی تاریخش هم date modify در کدام تاریخ modify شده. این date نمیشه این تاریخ ها؟ نه، این date نمیشه. خب دیگه ما شما دیتا پراپرتیز داریم. در قسمت دیتا پراپرتیز اول رپ تکست داریم. رپ تکست رو میفهمیم در اکسل هم خوندن، صحیح؟ یعنی حالتی است که وقتی که مثلا خود قیمت طور می باشه که از خود سل باید زیاد باشه خارج شوه، یه جا باز میگه که نه این خارج نشه بلکه اندازهش رو خرد کنه تا در خود سل چی شوه؟ جای شوه. شرینگ تو فیت، لایک شرینگ تو فیت میشه. دست یه حالت بکنه. یا مثلا کله چې پورا شو خپل انټر سی خطا راسي، مطلب دا چې یعنی لسل نو نوز مولای دا کلیک کړی بوز ډیټیل میته ورکړه ټیبل او امر په اچ کړه ځای ځات اجست کړم. دغه رپ ټیکست فارم دین سیس دغه مینټین ویو اورینټیشن اس به مفهوم کې اگر ما ټیبل روټیټ میکنه می خدا با روټیشن چی میکنه عیار میکنه، سیس اتنه که مثلا خطایش بانه و دیگه تیبل روتیشن مینتین ویو اورینتیشن ریپیت تایتل اند سپلیت تیبل. زی بسیار مهم است. اگر ما این انتخاب کردیم در هر تیبل در شروع شجا برای ما میاد که این مربوط پوینت نمبر میشه، این ستون مربوط الیویشن میشه، این ستون مربوط نارتنگ، این ستون مربوط ایستنگ. اگر ما این کماند انتخاب نکردیم صرف در تیبل اولی برای ما میگه که این ستون پوینت نمبر است، این ستون نارتنگ، این استنگ، این الیویشن، این دسکریپشن، باز دیگر تیبل ها برای ما نمیگه. نفهمیدیم. این عنوان یه چیز اول تیبل که چیف نه انتخاب دهی اگر رازی نور و کلان دینا رازی لگه عنوان ها نرازی صرف نقطه رازی صرف همه نقطه ببی عنوان بنویم چه دا ستون پوینت نمبر دا ستون الیویشن دا ستون مثلا نارتنگ ده. اول که بایی؟ خب، ریپیت کالم هیدرز ان سپلیت تیبلز. یکی ریپیت تایتل ان سپلیت تیبلز است. اگر تایتل انتخاب باشه یعنی تایتل خود تیبل ها. تایتل تیبل ما چی بود؟ پوینت تیبل بود نه؟ یعنی ایره در تمام تیبل ها چی میکنه؟ ریپیت میکنه. دیگه ریپیت کالم هیدر ان سپلیت تیبلز است. که هیدر کالم ها را مثل پوینت نمبر، الیویشن، نارتنگ، استنگ، دسکریپشن ایره برای ما ریپیت میکنه. صحیح شد؟ ببینید خب ما ایره کنسل میکنم. آه ما ایره کنسل میکنم مثلا ایره انتخاب میکنم و ایجا بلدنگه اوکی اوکی این ایجا کلیک میکنم. اینی چی هست؟ اینی تیبل تایتل هست. ای چی هست؟ تیبل تایتل. ده ایجا ما آمده؟ ده ایجا ما آمده؟ ده ایجا ما آمده؟ ده ایجا ما آمده؟ در تمام تیبل هایی آمده. صحیح است؟ دیگه چی هست؟ کالم تیبل. اینی کالم تیبل هست. پوینت نمبر، الیویشن، نورتنگ، استنگ، دسکریپشن. اینه دی تیبل هم هست؟ ده ایجا هم هست. صحیح است؟ ایجا هم هست. ایجا هم هست. ای هم چی شده؟ تکرار شده. یعنی آنها سلیک دارد.
اینا را که بگویم نه نبه بز میشه آه خب کریت میگم از اینجا نامش مثلا ام حالا فرم دین ریپیت تایتل این سپلیت تیبلز چی هست و ریپیت کالم هیدرز این سپلیت تیبلز چی هست دیگه ها یور فیل فالشن باز نمیه باز نمیه حالا کار میکنیم خیلی دیگه سورت دیتا هست سورت دیتا به این مفهوم هست که کدام تیبل کدام کالم نظر به کدام کالم این تیبل چی کنه برد سورت کنه اگر در سورتینگ کالم ما انتخاب کنیم یک یا مثلا اینجا انتخاب کنیم دو یا اینجا انتخاب کنیم سه به این مفهوم که نظر با کالم یک برای ما تمام تیبل چی کو سورت کو مثلا کالم یک که ما فعلا چی است پوینت نمبر میبینه یعنی نظر با پوینت نمبر برای ما تیبل چی کو سورت کو اگر به طور مثال ما اینجا انتخاب کنیم دو یعنی نظر با را دسکریپشن برای ما چی کو سورت کو نظر با کالم چی دو نظر با کالم دو یا نظر با کالم سه که چی است الیویشن است نه 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 دا بمدل تا ای خونظر پا الویشن بانده بدا سورت کیگی مثلا کچیر تا انتخاب کسندن لکمترین الویشن نبا شروع کیگی تر غرطرین یا لویترین الویشن پوره فهمیده؟ خب ما ایجا چی انتخاب میکنیم؟ مثلا الویشن انتخاب میکنیم سه و دیجا انتخاب میکنیم اسندن یعنی از کمترین الویشن شروع با مکسیموم دیگه ایجا برای ما میگه که تایتل ستایل ستایل تایتل چی باشه؟ از ایجا انتخاب میکنیم مثلا ستاندر و هایت اندازش چی که باشه؟ مثلا ما میگم چار دیگه هیدر ستایل ستایل هیدر چی باشه؟ و از ایجا میگم اندازش یا هایتش مثلا سه و دیگه دیتا ستایل متباقی بعد از تیبل ستایل و چی؟ هیدر ستایل دیگه دیتا هایی که در تیبل نوشته میشه رو بنامه چی یاد میکنه؟ دیتا ستایل دیتا هم به طور مثال ستاندرد باشه و هایت یا اندازهش مثلا 2.54 میلیمتر خب این حالت انتخاب کردم سیست در قسمت دیسپلی هم ما شما میتونیم مثلا لیر ها رو یا پایش ها تغییر بتیم سیست یک پار دیگه میفرمین نه مثلا نوشته است که دیتا تکست یعنی دیتا تکست مربوطه کدام لیر شود اگر گفتم آف ای را باز برای ما نشان نمیتن اگر گفتیم آن نشان میده کلر رنگش چه رقم باشه لاین تایپش چه رقم باشه ال تی اسکیلش چه باشه لاین ویتش چه باشه این تمام چیزا رو میفهمین سیس یعنی اگر ما از اینجا به طور مثال تایتل تکست آف بسازم باز برای ما تایتل تکست نشان نمیده میاره منتها نشان نمیده ویزبل است ان ویزبل است صحیح شد خب سمری را براتون گفتم که امی چیزها را که ما شما دیجا انتخاب میکنیم ای را به طور بسیار فشرده از اینجا هم ما شما انتخاب کرده میتونیم مثلا نیم است از اینجا ما شما برش نیم داده میتونیم نام داده میتونیم دسکریپشن است از اینجا میتونیم برش معلومات میتونیم کریتید وای است از اینجا میتونیم و این کارا را ما شما از اینجا میتونستیم صحیح شد نه؟ یا در جنرل مثلا اینبل ورد رپینگ فالز است از اینجا ما شما میتونستیم ورد رپینگ فالز یا ترو بسازیم همین چیزایی که ما شما دیجا کار کردیم تمامش دیجا هم هست از اینجا هم میتونه انتخاب با طور خلاصش خب این حالت حالا ما شما چی کار میکنیم؟ اوکی میکنیم اوکی گفتیم یک اوکی دیگه هم میگیم این را هم انتخاب میکنیم مثلا بلدیم دیگه اوکی حالا اینجا کلیک میکنیم میبینیم؟ تمام چیزها تغییر کرد یعنی و نظر به چی سورت شد؟ نظر به الیویشن اول چند است؟ 11.34.48.3 باز چند است؟ 11.34.51.2 از کم به زیاد شروع شد کمانده دیگه رساس چیز نکردیم کدام کمانده را؟ او را او را آف میکنیم ای را ما کلوز میکنیم سیس میریم پوینتز اد تیبلز امی ستایل انتخاب میکنیم منتها ایدیتش میکنیم صحیح؟ دیگر جور نمیکنیم امی را ایدیت میکنیم ایدیت کرن سلیکشن و ایجا چی کار میکنیم؟ ایجا برش میگم که ریپیت تایتل این سپلی تیبلز تایتل تیبل به ما نشان ند یک مثلا ریپیت کالم هیدرز این سپلی تیبلز عناوین کالم ها را هم برای ما نشان ند صرف اول آنکه بگیم و دیگه چی؟ دیگه نظر به کالم اول که چی است؟ پوینت نمبر است برای ما دیتای ما را چی که سورت کن
صحیح شد؟ و عنوان کالم برای چی بود؟ زرد. چرا؟ بخاطر از اینکه از قسمت دیسپلی رنگی که مربوط چی میشه؟ رنگ لیاری که مربوط تکست تایتل تکست میشه چی است؟ زرد. اگر می کلیک کنم از اینجا مثلا رنگ سرخ انتخاب کنم، حالا رنگش چی میشه؟ سرخ میشه. دا داتاریا فولم لک اف کال دوار دیر کلی دیتا تکست؟ نه ریای داتاریا فول دیتا ایریا فیل چی است؟ دیتا ایریا فیل اگر ما انتخاب کنیم باز بک‌گراندش نمیاد. حالا اگر متوجه شده باشین بک‌گراندش یک رنگ داشت، نه؟ او رنگش باز؟ نه صحیست؟ ای را اوکی میکنیم، یک اوکی دیگام گروپ انتخاب نکردیم بلدنگ، اوکی اوکی، اینی جا میره رنگش چی شد؟ نه 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 زیاد بود چرا نامد؟ او خیره باز چیکش میکنه. رنگش چی شد؟ تغییر. رنگش تغییر کرد. و نظر به چی سرخ شد؟ پایین نمبر. اول چند است؟ 160 باز 161 162 باز 163 ویگا پانست تا چند تا 213 باز 14. یعنی اول نظر به چی سرخ شد؟ نظر به پایین نمبر سرخ شد. صحیح شد انشالله؟ صحیح شد. اینی چه هست تیبل نشان نمیده. می‌بینه؟ این دیگه تیبل هست، این دیگه تیبل هست، این دیگه هست چی هست؟ ماشه نشان نمید باز یک دفعه باز میاریم، شاید درست شد ام و گروپ بلدنگ، اوکی این تمام چیزا صحیست اینا آوردیم دفعه، نه؟ سیویل 3D از دیگه پروگرام هست دیگه تیشی هست که هیدلین نشان نمید خوردم آله آفرین. آله اینجا ببینین نه تیبل تایتل داره و نه کالم هیدر داره. فهمیده شد؟ نه خب. من میگه قد بیم و نظم داره. نه. نظم داره. ببینین اصلا نظم داره. ای ساحه تا به اینی قسمت. مربوط به تایتل میشه یا نمیشه؟ نه. اون نه آمده. این نزدیک آمده؟ متوجه سی؟ و درست از کنه فاصله چیلی که من از بالا رسی بود دیگر نکنی 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 نه 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 ای را میگم باری تینجی نرسه بی بی ایجا نوشته از را دسکریپشن سیست بلدنگ ایجا خو ما شما برش گفتیم که برای ما تایتل تیبل و تایتل کالام ها نبیار سیست آلی که ایجا برای ما نا آورد این امی را دسکریپشن هیچ دی ایجا برای ما نا آورد نه ایجا که نا آورد و کالام ها چی ساخت؟ خرد ساخت و کلمه او را که خرد ساخت اندازه تیبال هم خرد شد او را منظور می نزید از سایی دوتا بسار نظم نگرفتیم نه نه سایی که خب من می رم بگم اینجا نرسه بی بی اینی جمع خانه را دسکرپشن مکلان هست یا نه اینجا چه خست؟ خرد هست ای که خرد شد خود طبیعتا این کلم هم خرد می شه او را را تکس بگی باید خرد می شه نه 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 بازم نفهمیدن شما ببینید آبسید چی ها کم هستن؟ سعی کنید اینجا سبا کالم که از کالم نظر به متن خود عیار می سازد آفرین حالا اینجا نوشته است را دسکریپشن این مجبور بود که کالم خود چی بسازه اندازه شد کلان بسازه حالا اینجا را دسکریپشن نیست که نیست این خود چی ساخت؟ خرد ساخت این که خود خرد ساخت اندازه ازی با اندازه ازی فرق بزیر عجیز کدام می تونید دیگه مثلا اوتوکات ولی مو بودیم ایدیت میشه اینه میره آلی مثلا اینه من دبل کلیک گفتم ایدیت اینه میتونه مرد آیتم ریموو آیتم ریپلیس آیتم تمامی کار رو دیگه میتونه پروپرتی وی کلیگا پایش هم میتونه ما ایدیت تیبل ستایل مو بگیره سوی طرف مو بگیره صحیح شد؟ صحیح ایدیت میشه خب دیگه ای را فهمه دیر انشاءالا دیگه مشکل نداره نه حالا یک چیز دیگرم برای تان میگم مثلا من ستایل ام انتخاب کردم صحیحس از اینجا پوینت گروپ خود انتخاب کردم بلدنگ اوکی حالا من اینجا ای را ادیت میکنم ادیت کرنت سلیکشن از قسمت دیتا پراپرتی از سترکچر من میتونم که تعداد کالم ها را یا چیزهای را که من میخواهیم را زیاد و کم کنم
مثلا مثال ما پوینت نمبر کار ندارم میرا کلیک میکنم از اینجا میگم دیلیت هیچ پوینت نمبر برای ما نبرسایز اگه دخل کی علی ادیت چرا دیلیت نمیشه این دیلیت شد سیز این چرا نمیشه خوی نشد نارتنگ است مثلا این دیلیت سیز الیوشن است مثلا دیلیت فهمیده شد و یا ما خودم اضافه میکنم اینجا کلیک میکنم اد میکنم باز اینجا مثلا ما دبل کلیک و نوشته میکنم که چی است به طور مثال ای لیتیتیود است ما اینجا نوشته میکنم لیتیتیود سیز ال ای تی لیتیتیود اوکی و در قسمت پایین خو اتوماتیک د اینی جدول کلیک میکنم و انتخاب میکنم کی چی بیا لیتیتیود بیا لیتیتیود اد میکنم اوکی حالا برای ما پوینت نمبر را دسکریپشن و لیتیتیود نشون میده یعنی ما خودم هم میتونم که یک استایل دل خو جوړ کنم دام یو مهمه خبر ده کنه مثلا تخبل وړه چې دسیو ټیبل جوړ کړي چې بګه کتنا پوینت نمبر ولري نارتنګ ولري استنګ ولري او را دسکریپشن باس کلاس بدل خود یک ستایل میتی برش یک سترکچر میتی فهمیده شد؟ حالا ایره اوکی که مثلا یک اوکی دیگام اینی جا بطور مثال کلیک که صرف پوینت نمبر را دسکریپشن و لیتیتیود هم صحیح شد؟ صحیح شد خب اینجا سبا یه چیزایی بود که ما شما درباره اد تیبلز خواندیم صحیح؟ ناوقت هم شد ناوقت شروع کردیم خیر درس ما بس از برای امروز و به نظر ما دیگه ما شما در پوینت از این زیاد دیگه چیز نداریم این چیزایی بود که ما شما در قسمت پوینتس داشتیم دیگه سر از فردا بخیر ما شما باید از سرفیس شروع کنیم ترسیم کانتور صحیح شد؟ اگر کدام سوال دارین میتونین سوال کنین کدام جایش نفهمیدین که میاد کار کنیم در کار رو بگیم صحیح شد؟ راستی یک چیز دیگه را براتان انجنیر سب میگم ما شما دیجا این تمام چیزا رو خود کار کردیم سیس کریت پوینتس چی بود مثلا کریت پوینتس گروپس چی بود و از این بعد تمامش رو کار کردیم سیس دیجا بعضی چیزا هست مثلا کریت پوینتس باز نوشته است که مسکلینیس یا مثلا انترسکشنز یا الاینمنت یا سرفیس یا سلوپ یا انترپلیت سیس این تمام از یا با منظور ترسیم نقاط است یعنی ما به روش های مختلف میتونیم نقاط ترسیم کنیم البته از این استفاده نمیشه از این بخاطر استفاده نمیشه که معمولا ما تمام نقاط از توتال استیشن یا از فایل نقاط خود میگیریم ایمپورت میکنیم پس ما حال ضرورت بی نداریم که تمام ازیارا تشریح کنیم و اگر تشریح کنیم می بسیار یک وقت زیاد میگیرن مثلا مینوال باید تشریح شود که این کدام روش هست نارتنگ استینگ کدام روش هست بیرینگ کدام روش هست ازیموت کدام روش هست انگل کدام روش هست یعنی روش های مختلفی هست که ما با استفاده از این میتونیم نقاط ترسیم کنیم فهمیده شد؟ مثلا من یک روش رو براتون کار میکنم روش منواله کار کنم براتون روش منواله من کار میکنم وقتی که ما شما منواله کلیک کنیم اینجا برای ما میگه که please specify allocation for the new point موقعیت نقطه رو میگه برای ما کو نشانی کو موقعیت نقطه رو برای ما نشانی کو اینجا ما میتونیم هم کوردینیت نقطه رو بتیم و هم در یک نقطه کلیک کنیم یا کوردینیت شو بتیم یا در یک نقطه کلیک کنیم مثلا ما حالی کلیک میکنم بخاطر از اینکه باز نقطه از ما گم نشه که در کجا بود اگر کوردینیت بتیم نه بطور مثال ما اینجا کلیک میکنم بعد از برای ما میگه که enter a point description descriptionش چی باشه صحیست؟ و اینجا نوشته میکنم مثلا my enter بعد از برای ما میگه که specify a point elevation ارتفاعش چقدر باشه من نوشته میکنم 11.38 فصل enter حالی جا ببینید یک نقطه اضافه شد یا نه نقطه چندم است؟ 15.58 ارتفاعش چقدر؟ 11.39 نام یا دسکریپشنش چی است؟ مای یعنی من خودم هم میتونم یک نقطه اضافه کنم ما وقت یه راست تاسو بختنم بگیم زخبال هم نقطه راست موای سکنه اقا دقیقه روشته فهمیده شد؟ روش شفا میده نه؟ منوال انتخاب میکنه بعد از او کوردینیت میده یا کلیک میکنین در محلی که میخواین نقطه اضافه شود و تا مثال یک ساختمان را ترسیم کردن سیس آره کنج تعمیر چی میکنین؟ کلیک میکنین او راست هم کوردینیتش هم میگیره که چی هست یا کوردینیتش را شما میده کوردینیت دادن میتونیم لگه چی کنیم آه آه ببین نشته میکنیم انتر میکنیم بود برای ما میگه چند در چند میگم آفرین مثلا ببین من چی کار میکنم پوینتس رفتم
و اینجا انتخاب میکنم منوال. حالا برای ما اینجا میگه که کوردینیت شبه تسیز ما کوردینیت شبه تو مثلا فعلا خانوس خوب معدودی ها به خود صفحه تقیم نگریم مثلا ما اینجا کوردینیت شبه تو چند شد؟ 10,000 سیز 10,000 اکس و 10,000 وای 10,000 اکس 10,000 وای ایچ میره استاسی بسا گم میشه خب ما به مو خاطر گفتم نه؟ آله برای ما وقتی که ما کوردینیت میتیم باید دقیق کوردینیتش معلوم باشه خب اول یک کار کنیم باید از ما یونیت تا بسیار نه 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 یونیت خود یونیت خود تنظیم است یونیت تنظیم است و متر است خب اینا فهم من دیده با این کوردینیت است یعنی متر خوب میتیم برای سفر نه 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 مهم نیست این دسته آله بیگه آله من پیدایش میکنم آله پیدایش میکنم سایز؟ کوردینیت دادم انترش میکنیم بعد از او انتر اپوینت دسکریپشن دسکریپشنش نشا میکنیم آر ای انتر بعد از او سپسیفای اپوینت الیویشن مثلا 12-50 انتر آله ای در یک نقطه آمد که فعلا برای من معلوم نیست که ایده کجاست میبینه نه آله برای من معلوم نیست که موقعتش کجاست ما چی کار میکنم؟ زیر انتر ای انتر سایز؟ حال نقطه ما کجاست؟ این نیجا هست این نیجا هست نقطه آر ای انتر صفحه خود چیز هم گست هم این سیبل تریدی او تو که دیو گست هم بسی یک خواهی را باید زیاد نزدیک بیاریم گمش کنیم یکی گم نکنم گفتم نه با مو خاطر گفتم که باید کوردینیت را باید بتم که او کوردینیت در پروژه ما موجود باشه حالا خب ما از دل خود کوردینیت دادیم نه ای تو خود نمیشه ما باید کوردینیت بتم که او مثلا در ساحه موجود باشه ای را فقط به خاطر مثال براتان کار کردم که سایست اول چی از پیشتان میخواه؟ نارتنگ و ایستنگ یا کلیک میکنین اگر میخواستین که در یک موقعیت که شما میفهمین در صفحه که اینجا باید یک پوینتر سیم شوه یا اوجا کلیک میکنین یا اگر شما کوردینات شده دارین کوردینات شمیتین بعد از او چی کار میکنین؟ دسکریپشن بعد از او الیویشن نقطه ترسیم میشه سایست؟ سوال نداریم؟